السؤال الثالث الذي تسأل عنه في قبرك، من نبيك عليه الصلاة والسلام؟ سؤال دیگری که در قبر از ما پرسیده میشه اینه که پیامبر تو کیست؟ تقول هو محمد عليه الصلاة والسلام. که در پاسخ میگی او محمد صلی الله علیه و سلم هست. ابن عبدالله. که فرزند عبدالله بود. ابن عبدالمطلب. فرزند عبدالمطلب. ابن هاشم. ابن هاشم. و هاشم من قریش. و هاشم از قبیله قریش بود. و قریش من العرب. و قریش از قبیله عرب بود. و العرب من ذریه اسماعیل ابن ابراهیم علیهما و علی نبی افضل الصلاة والسلام. و عرب از تبار اسماعیل پسر ابراهیم علیهما السلام بودند و همچنین سلام و درود الله بر پیامبر ما. له من العمر 63 سنه. که 63 سال عمر کردند. 40 قبل النبوه. اون بزرگوار رسول خدا صلی الله علیه و آله اسلام 40 سال از 63 سال عمر خودش رو قبل از نبوت سپری کرد. 23 نبیا و رسولا. و 23 سال هم رسول، نبی و فرستاده الله متعال بود. هو نبی و رسول. پیامبر صلی الله علیه و آله اسلام هم نبی است و هم رسول. الى ماذا يدعو عليه الصلاه والسلام؟ دعوت رسول خدا صلی الله علیه و آله اسلام به سوی چه چیزی بود؟ يدعو للتوحید و ينذر عن الشرك. به سوی توحید دعوت میداد و از شرک بیم میداد و بر حذر می داشت. الى من بعث؟ به سوی چه کسی برانگیخته شد؟ بعث الى الثقلین الجن والانس. به سوی ثقلین یعنی همه انسان ها و جن ها مبعوث و برانگیخته شد. ما معنی هذا؟ معنی این سخن چیه؟ معنی هذا انه كل من بلغته دعوه محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فهو كافر كفر اكبر مخلد خلود ابدی في النار، سواء كان يهودي نصراني مجوسي بوذي. معناش اینه که هر کسی که دعوت رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین بهش رسیده و ایمان نیاورده او کافر هست، غیر مسلمان هست و برای همیشه در دوزخ خواهد بود، یهودی باشد یا نصرانی باشد یا مجوسی باشد یا بودایی باشد. نعم. او غیرها من الادیان. یا مدعی پیروی از هر دین دیگری باشد. اکمل الله به الدین. هذا الدین کامل لا يستطيع احد ان يبتدع في دين الله شيئا. الله متعال به واسطه رسول خدا علیه السلام دین رو کامل کرده و هیچ کس بعد از او نمیتواند بیاید و بگوید که من چیزی از دین رو کامل میکنم. لم يترك شيء يقرب الى الله الا وامر به وعظم ما امر به التوحيد. هیچ موردی رو که موجب تقرب به الله متعال هست ترک و رها نکرده. ولم يترك شيء يبعد عن الله الا ونهى عنه واعظم ما نهى عنه الشرك. و هیچ موردی رو که موجب دوری از الله متعال هست ترک نکرده مگر اینکه بیان فرموده که این موجب دوری از الله متعال هست که در رأس اون شرک قرار داره. ولد بمکه و هاجر المدینه و توفی بها علیه الصلاه والسلام. رسول خدا علیه الصلاه والسلام در مکه متولد شد، به مدینه هجرت کرد و در مدینه هم وفات نمود. لان النبی صلی الله علیه و سلم بشر الحق ما الحق البشر. برای اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بشر بودند و این وضعیت برای هر بشری است که میمیرد. اسال الله سبحانه و تعالی ان يجمعنا بنبينا عليه الصلاه والسلام في الفردوس الاعلى من الجنه والله اعلم. از الله متعال میخواهیم و مسئلت میکنیم که در بهشت برین و فردوس